ساخت سریال معمای شاه این روزها سرعت گرفته. 1000 دقیقه تصویربرداری مجموعه‌ای با 1600 بازیگر به پایان رسید. اما عوامل دیروز با بازدید رئیس رسانه ملی از لوکیشن سریال قوت می گرفتند که آمده بود از چند و چون ساخت این سریال تاریخی با خبر بشه. خوشبختانه توی این ابعاد کار به خوبی جلو رفته، یعنی انطباق گریم با شخصیت ها، حتی صداشون، رفتارشون، حسی که دارن، انطباقی که با شخصیت تاریخی تو مقطع دارن فوق‌العاده خوب جلو رفته و من پیش‌بینی می‌کنم این سریال یکی از تأثیرگذارترین و موفق‌ترین سریال‌های تاریخی ما باشه. شخصیت‌های اصلی این سریال افرادی شناخته شده‌اند که باید بازیگران مجرب نقش آنها را ایفا کنند. هنر دستگیری مورها اینجاست که به کمک ورزی آمده. بسم الله الرحمن الرحیم. هدیه به روح مطهر حضرت امام صلوات بر او. الله و اینجا رونمایی از عکس بازیگر نقش امام خمینی رحمت الله علیه. یک سال ما فقط تست می‌زدیم که به نتیجه برسیم، چند نفر رو تست زدیم. وقتی هم که به نتیجه رسیدیم که کی باید نقش امام بازی بکنه، رو اون آدم ما 23 بار تست زدیم تا اینکه رسیدیم به این نتیجه که می‌خوایم. اثری که دور و برش رو مورخین گرفتن تا سریال بر پایه اسناد دست اول تاریخی ساخته بشه. به هر حال در تعامل با پژوهشگران و مورخین ما این فیلمنامه رو نوشتیم و جلوی دوربین آوردیم و من مستند صحبت میکنم و مستند میسازم. برای نقش خودم خب مطالعات بسیاری کردم با توجه به شناختی که از قبل داشتم نسبت به این شخصیت. سخت‌ترین سکانس رو با عقیده من هنوز نگرفتیم. یه سکانسی هستش مصاحبه با اوریانا فالاتشیه، خیلی سکانس سختیه. من الان 2 ماه دارم رو دیالوگاش کار میکنم، امیدوارم که بتونم پسش بر بیام. حل معمای شاه برای نسل جوانه، سریالی که سعی داره پشت پرده ی جریانات سیاسی، فرهنگی، اقتصادی و اجتماعی رو طوری مطرح کنه که به چرایی وقوع انقلاب اسلامی برسه. حدود 600 بازیگر جلوی دوربین از سینما، تلویزیون و تئاتر همکاری میکنن و 150 نفر هم عوامل مجرب پشت دوربین هستن که از سینما و تلویزیون در خدمتشون هستیم. مردم درباره من چی فکر میکنن شاپور خان؟ متاسفانه مردم و دولت خارجی مصدق و شخص اول ایرانی دونن. مردم زیر یوبشا نیستن. نظام پادشاهی نباید اینجوری باشه. شاه باید اقتدار داشته باشه. بنده در سریال معمای شاه نقش شاپور بختیار رو بازی میکنم. در مورد شخصیت سریال توضیح میدید؟ شاپور بختیار کلن که سریال تاریخه، اون چه مسلمه تاریخی که به خیلی از مردم امروز، اونایی که مثلا 40-50 سال دارن، اونا آشنان هستن با این تاریخ. اینه که ماجراهای ساخته میشه که در نظام پهلوی چگونه اومده جلو و با قدرت هم داره ساخته میشه که یه جایی خب مردم میان تو خیابونا به رهبری امام خمینی، این میشکنه، این تاریخ 2500 ساله. یه همچه ماجراییه که من فکر میکنم که الان با تجربه آقای ورزی که 14-15 ساله تو این کارن، از این کار زیاد کردن، این مخاطب خواهد داشته.